مسئله آگاهی. آقا آمدن خواستگاری دختر ما، جوانی داره میره خواستگاری دختر خانم، چه برای پسر چه برای دختر، بر هر دو واجب هست از نظر اخلاقی و تا حدودی فقهی. دقت بکنید، حالا میخون. برای یک آقا و خانوم هم که میخوان ازدواجی مجدد یا به هر دلیلی میخوان داشته باشن، عرض کردیم شوهر مرده، همسر مرده، یا طلاق گرفتن، مطلقه هستن، میخوان برن مجدد ازدواج بکنن، اونا هم باید همین مسیر رو طی کنن، هم آقا هم خانوم. یا تحقیق مستقیم بکنن یا غیر مستقیم. تحقیق مستقیم چیه؟ تحقیق مستقیم اینه که خانوم یا دختر خانوم، خودش یا بالعکس آقا پسر یا اون آقا، میخواد خودش مستقیما از طرف تحقیق بکنه، در جلسه ای رو در رو این کار انجام بده، یا خودش بره دنبال این که این فرد چی کار است. حالا میگیم به چه صورت تحقیق باید انجام بگیره، با اون روش های تحقیق بره دنبال تحقیق کردن، ببینه این آقا یا این دختر خانوم ببینه چی کار است. هر کدومشون، اینو میگن تحقیق مستقیم، خودش میخواد اقدام کنه. در تحقیق غیر مستقیم اینجور نیست، اینه که این آقایی که میخواد داماد بشه یا اون خانومی که میخواد عروس بشه یک شخص ثالثی، دقت بکنی، یک شخص ثالثی که آدم مریض القلبی نباشد، موثق و معتمد و مورد وثوق باشد را پیدا بکنه، آدم دینداری باشه، پیداش بکنه، بگه آقا شما برو، برای این که من میخوام بدم این فردی که اومده خواستگاری دختر ما چه جور آدمیه، این فردی هم که مثلا اومدم ما میخوام بریم عروس بگیریم برای پسرمون، خانواده عروس چه آدمی هم، چه این طرف چه اون طرف، درست؟ برو شما برای ما تحقیقی بکن. بدون این آدم خیرخواهه، نه این که این آدم موثقی که پیدا کرده با اون خانواده خودش یه لجاجتی داره، کینه یا کدورتی از اونا به دل داره، وقتی بهش میگه برو اونجا میگه باشه من میرم، بره کلکی برگردی بیاد بعد اینا به درد شما نمیخورن، یا یه چیزی از خودش بسازه بگه به خاطر کدورت شخصی که با اون خانواده داره، چه برای مردش چه برای زنش. نه، اینجا باید دقت بکنه انسان، در تحقیق غیر مستقیم باید این دقت ها رو آدم بکنه. بهترین تحقیق چیه؟ بهترین تحقیق، تحقیق دو جانبه است، یعنی هم مستقیم باشه هم غیر مستقیم باشه. حالا شما من تا بقیهش هم بهش برم ممکنه بگی بابا یه زن میخوایم بگیریم ما، یا شوهر میخوایم مثلا بکنیم، چقدر درد سر داره، بیا بگیم بریم سر زندگی دیگه. یه وقت شما میخوای پیرن بخری، کت بخری، شلوار بخری، میخری میای، بالاخره یارو انقدر زبون بازه که باید میگه بهت میندازه، به قول معروف بهت انداختو میای، میگی آقا این شلوار رو نمیخوره، میگه قول میدیم بچه داداشو میبوشه، میدیم مثلا نمیدونم خارزادمون به تن میکنه، میدیم مثلا به یکی که احتیاج داره اونم صدقه میدیم، تموش رفت، خیالت راحت. ولی زن رو اگه گرفتی یا اگه شوهر کردی که اینجوری نیست که میدیمش به خارزادمون که، یا میدیمش به برادرزادمون که، موندی حالا چهار چنگول که اینو چیکارش بکنی. اونجا دیگه راه برگشتت بسیار مشکله، بعد تبعات منفی داره. اینجا باید دقت بکنیم که وقتی میگیم تحقیق هر دو جانبه اگه باشه بهتره، هم مستقیم تحقیق کنیم هم غیر مستقیم. واقعا برای ازدواجمون یه وقت اینجوری بذاریم، انقدر وقتی هم نمیگیره ها، دست از تنبلی برداریم، ارزش خودشو داره، اون وقت اون نتایج مثبتش انشالله به ما عارض خواهد شد. اما عوامل مؤثر در تحقیق که خیلی ها میپرسن ما رفتیم خواستگاری چی بگیم تو مجلس خواستگاری، چی کار باید بکنیم؟ این نشسته رفته تو مجلس خواستگاری، اون دختر خانم اومده نشسته، حالا مثلا در ایران رسمه که مثلا میرن چای میارن، مثلا چند تا چای میارن، مثلا میگیدن اینجا، حالا اگه چایی رو نریزه رو این بنده خدا، اگه نمیدونم مثلا چی نشه، نم فلان، یه پرتقال هم مثلا میارن، مثلا جلوی میوه میارن، این پسره که نشسته از اول همه فکرش اینه که چجوری این پرتقاله رو پوست بکنه، چون پرتقالی که میوه های بد
پوسته و بدخوره و تو مخزن جمع آدم نشسته و یه بند خدایی بودی وقت توی مجلس خواستگاری رفته بود، اینا همه نشسته بودن، این حالا به قول معروف پدر عروس خانم بود و اینا، این تفلک این پرتغالت از این پوست نازکا بود که آب فراوونی داشت، این دید هر کاری میکنه چی نمیشه، ناخونش گذاشت وسط این پرتغال، اومد چی کنه، ناخون رفت، ناخونش تیز رفت تو پرتغال، آب پرتغال پاچید تو چش این پدر عروس. این یک نگاه غضب‌آلودی به این آدم کرد. من گفتم کار این تمام شد، رفت بنده خدا. همون خوش گفتم به من پرونده قضیه رو پشو تموم کن کارو. بیا کنار تا بعدن، حالا این الان تو بره معالجه کنه چششو. عرض به خدمت من مخارجش اینا رو فعلا دیگه برات نبرن پزشک قانونی. نه اون وقت دیگه بحث دیگری است. آخه مرد حسابی، حالا این پرتقال خوردن داشت تو این مجلس؟ توپ بخوری حالا. پرتقال خوردن چی بود آخه آبرو ما رو بردی؟ یا مثلا براش هم انار آوردن مثلا، حالا این ویرش گرفته ویار انار پیدا کرده که انار بخوره، انار نمیخواد بخوری حالا بیشینه دقیقه بابا جا. اینو دیگه حالا تو مجلس خواستگاری این رفتن این براش میوه آوردن و نه مثلا چای آوردن و عوض این که به کارهای مهمتری بپردازیم اونا هم اصرار کرده مثلا خواسته بخوره. حالا البته این هم یک بحثیه که انسان که اگر با شناخت نسبت به این قضایا جلو بره هیچ عبایی از انار خوردنم نداره، از پرتقال خوردنم نداره، از نمیدونم لیموشینی خوردنم هیچ عبایی نداره، هیچ ترسی نداره. انسانی که اعتماد به نفس داشته باشه هیچ ترسی از این حرف نداره. این خیلی مهمه اول زندگی. من بهتون عرض بکنم این مطلب. حالا بگذاریم عوامل مؤثر در خواستگاری و در این تحقیق که گفتیم چیه؟ چگونه باید تحقیق کرد؟ من چند تا رو نوشتم برای شما عرض میکنم، بزرگترهای ما حتما این رو انتقال میدم به جوانایی که واقعا نیاز دارن. حالا جوانی هم از شما نپرسید که من مثلا چی بگم، شما روی کاغذ ثواب داره این کار، فضیلت داره، بنویسید بهش بدید، محض رضای خدا این کار رو انجام بدید. یکی از عوامل مؤثر در تحقیق و در جلسه خواستگاری تهیه یک سری سوالات هست. اینو همیشه بدونین که سوال کردن از طرف مقابل خیلی چیزها رو روشن میکنه. اینو حتما دقت بکنید. ولی طرف باید کار بکنه تو این زمینه. نحوه سوال کردن خیلی چیزها رو روشن میکنه. شما 10 تا سوال بنویس که مثلا دارم میگم بعضیاش بعضی دیگر رو نقض بکنه یا بعضیش متضاد هم دیگه باشه. وقتی از طرف میپرسی مخصوصا خودم سرعت بدی به سوال پرسیدنت و به پرسش هات، بنویسی جواب ها رو، نه اونجا در جا بخوای که تحلیل بکنی، چون کمتر کسی از در جا تحلیل بکنه. خود بازجو هم اینه که می نویسن جواب ها رو. سوالات رو بنویسی، جواب ها رو بگیری و بیاری در بیرون طی یک زمان خوبی که ذهنت خوب کار بکنه، به قول امروزی ها آنالیزش بکنی. آنالیز یعنی تفکیک کردن، معدلگیری کردن که این سوال رو کردیم جوابش چی بود، پس چی میتونه باشه، تحلیلش چیه. اگه خودمونم بلد نبودیم به یک کسی که در این زمینه ورود داره مراجعه میکنیم، میپرسیم میگه آقا ما این سوال رو کردیم، پاسخ ها رو ما دادن، شما چی میفهمی از این پرسش و پاسخ؟ نتیجهشو بنویس. به یه نفرم قرائت نکن، دو سه نفر بپرس، بنویس. به هر حال از سوال و پاسخ خیلی چیزها به دست میاد. چندی مورد بوده اینا رو عرض کردیم. این دقت رو داشته باشید، سوال خیلی مسائل رو روشن میکنه. یه بس حالا من میگم بخوام برم توش خسته کننده شاید بشه، مصرفی هم اینجا نداره. دوم، تحقیقات محلی شامل محل کار، محل تحصیل، اطراف منزل، مسجد محل، اگه مسجد تشریف میبرن، یا مکان فعالیت‌های فوق برنامه او، مثلا تو بسیج فعالیت میکنه، توی نمیدونم فلان ستاد فعالیت میکنه، تو فلان نهاد، تو فلان مؤسسه قرآنی فعالیت میکنه، میره انسان راجب این تحقیقات میکنه راجبش، یا مستقیم یا غیر مستقیم. این هم دوم. سوم، تحقیقات از افراد هست، شامل دوستان داماد. دوستانم دو گروه هستن، اینو حتما به ذهن داشته باشید، گروه موافق، گروه مخالف.
ما هر من که اینجا نشستم هم موافق دارم هم مخالف دارم. شما وقتی بخوای منو بشناسی باید از موافق من سوال کنی، از مخالف منم سوال کن. ببینیم موافقا چی میگن، مخالفا چی میگن. وقتی آنالیزش بکنید، مگه آدم مثلا خیلی معذرت میخوام خنگی باشی، وگرنه خواهی فهمید که آقا این وقتی موافقا اینو میگن، مخالفا اینو میگن، کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن. حالا عرض کردم فقط برای ازدواج نیست، برای هر کاری همینطوره. تحقیقات از دوستان داماد یا دوستان عروس، مخالفین و موافقین او. تحقیقات اگر این خانواده عروسی دارن، از عروس این خانواده حتما تحقیق کنید. عروس ها با یه دیدی میان توی خانواده وقتی جایگیر پاگیر هم که میشن، مخصوصا یک انتقاداتی همیشه دارن، ولی شما بنویسید انتقاداتشون، بنویسید یواشکی هم، واقعا هم امانتدار باشید. فرمایش امام باقر علیه السلام یادتون نره، دینداری به امانتداری است. امانتدار بشین، از عروسه تحقیقاتو نگیرید برید کف دست مادر شوهرش بزنید، زندگی اونا رو هم بریزین به هم دیگه، هنو خودتون ازدواج نکردین. امانتدار باشین واقعا. از دامادهای اون خانواده، از اساتید این فرد اگه احیانا دانشجوست یا توی حوزه است یا هر جا هست، از شاگردانی اگر داره از شاگردانش تحقیق بکنید، باز هم گروه مخالف گروه موافق. اگه کسی مخالفت کرد به مخالفتش بسنده نکنیم تو تحقیقاتمون، تا زمانی که موافقی نیز پیدا بکنیم بیاریم معدل بگیریم. معدل به ما چی میگه؟ خب چهارم، جلسه حضوری است. در جلسه حضوری اسلام خیلی حرف هام برای زدن داره. من وقت ندارم به شما بگم، فقط بهتون میگم وسائل شیعه باب مقدمات نکاح یا مستدرک وسائل، همین باب مراجعه بکنید. اونجا ببینید از پیامبر از ائمه چقدر حدیث آوردن. شاید ما برسیم بعضیش اینجا برای شما بخونیم. میفرماید شما تو مجلس خواستگاری رفتی اونجا، به جای اینکه بشینی سرت انداختی پایین، خواهد که میخواستی سرت مزی پایین، برای چی اومدی اینجا؟ اینجا آمدی؟ حالا اینجا که نباید خجالت بکشه، نباید حیا بکنه، نباید مثلا چی بکنه، باید اعتماد به نفسش بشه، سرش پایین. اونم بعد میگه آقا بفرمایید چایی، همشون بفرمایید. خیلی ممنون، بزنین خواهر اینجا و برین. خدا ذلیلت بکنه با این خواستگاری کردنه. آخه این چه خواستگاریه که تو داری میکنی؟ شما میخوای که طرف رو ببینی و بپسندی. اینجا ببینید احادیث ما چقدر داریم که اگه بتونیم بیان میکنیم. طرف رو خوب ببین، پیغمبر فرمود خوب ببین. اینجا از جاهایی است که اسلام اجازه داده تو طرف رو ببینی. حد اقل اقل که همه فقها روش نظر دارن تا اونجایی که من تحقیق کردم، وجه و کفین هست، خوب صورتش رو ببین بپسندی. اگر مهرش به دلت ننشینه هیچ فایده ای برای این زندگی نیست، اصلا دو ریال نمیارزه دیگه، اصلا مراحل بعدشو نمیخواد بری جلو. گفت ناصرالدین شاه اومد تو جبهه گفتش که فلون فلون شده، چرا شلیک نکردی دشمن حمله کرد و این منطقه رو از دست دادین؟ گفت قربان به هزار و یک دلیل. گفت یه دونهشو بگو ببینم. گفت فشنگ نداشتی. گفت هزار تا دیگه شو نمیخواد بگی، همین کفایت از اون هزار تا میکنه. من اومدم زندگی تشکیل بدم، همین چی میکنه؟ خب همه چیش خوب بود، خیلی عالی، خیلی جالب زندگیشون، همه چیش خیلی عالی، به درد ما خیلی میخورد. اونا میگه خب مبارک باشه، فقط چی؟ فقط من مهرش به دلم نشست، احساسی بهش ندارم. اصلا کفایت از همه اونها میکنه، هیچ فایده ندارم دنبال این زندگی رفتن، پیش به درد نمیخورد. مهمتر از هر مهمی اینه که در بد و ام مهر طرف به دل شما بنشینه، که اون لیسکنو ایجاد بشه تو سوره مبارک روم، واگرنه به درد نمیخوره. فرمودن که خوب نگاهش کن، دخترم خوب نگاه کنه به این آقا. دختره اومده بعد از ازدواج هم چی میکنه؟ من نمیدونستم اینقدر وسط سر این کچله. و تو به کجای نگاه کردی آخه؟ و تو چی رو دیدی تو مجلس خواستگاری؟ آره من الان دیدم که انقدر این وسط سرش موهاش ریخته خالیه، من چه میدونستم اینجوری؟ الان نگاه میکنم اینا نمیتونم با یه آدم زندگی کنم. آخه من چی بگم به تو؟
تو مجلس خواستگاری برای این گوشن که تو خانوم قشنگ این آقا رو نگاه بکنی، خوب خوب نگاهش بکنی، چش از این ور نداره. ببینی اصلا میپسندیش اینو؟ آقام به خانوم همینطور. بعد فرمودن که ازش بخوام مثلا برو آقا یک دستمال کاغذی بیاریم بی زحمت بر من، یا اگه شد یه چای دیگه برا من بیاریم. ببین راه میره، اصلا راه رفتنش رو تو میپسندی؟ میپسندی تو یا نه؟ حرکات دستش، حرکات صورتش، من خیلی جالبه برای شما بگم، از نظر روانی تمام روانشناسان هم اینو متفقن، خود حرف زدن رو خیلی جالبه، چه زن چه مرد. فلان زن همچی میکنه اخ اخ اخ. یکی من دیده بود در یه جایی محل کاری بود، محل کارون بود، من دیده بود یه خانومی گفتش که چخش، یه چیزی پرسید من پاسخش بهش دادم، گفت چخش شما وحشتناک حرف میزنی، خدا به دور، خدا به دور. راست میگه، ما حقم به اون میدیم، نه از اینجا که وحشتناک حرف میزنیم. طبیعت انسان ها چه زن چه مرد اینه که یک کسی از مردی خوشش میاد که این همه شاعرانه صحبت کنه، سلام حال شما خوبی، یکی میگه اه اه این چه صحبت کردنیه، خوشش نمیاد. واقعا هست، روانشناس هم همه اینا رو تایید کردن، میگه آقا من مردی خوشم میاد مردونه حرف بزنه، بگه سلام خوبی، این کیف میکنه. مثلا یکی میگه اوه اوه این چه خشنه اینجور صحبت میکنه. مرد هم همینطور، مثلا یه زنی میگه خوبی سلامتی، مثلا اسم پسره، مثلا حالا یه اسمی بیاریم از مردی که تو مجلس همچی اسمی داشته باشه، مثلا میگم این مرد همون در درجه اول حالش منقلب میشه، نمیگیرتش این زن او رو، خوشش نمیاد. اما بلاکس یه مردی هست دوست داره زنش همینجوری حرف بزنه. اینا مسائل طبیعت کار هست، نمیشه گفت او نقص داره یا این نقص، نه، یکی از شل حرف زدن خوشش میاد، یکی از سف حرف زدن خوشش میاد، محکم حرف زدن خوشش میاد، یکی از طنازی خوشش میاد، یکی از طنازی زیاد خوشش نمیاد، یکی دوست داره شوهرش حرکات بچگونه براش انجام بده، یکی بسیار زنهایی رو من دیدم بسیار متنفرن از این که شوهرشون حرکات بچگونه انجام میده، اصلا وحشتناک بدشون میاد. این زندگی ها اینجوریه که از اولش خدای نکده بعد 6 ماه به هم میخوره، یا میرن توی زیر سقف، 20 سال هم با هم زندگی کردن ولی نه این راضیه نه او راضیه. ولی که این جلسه رو نیومدن بشینن گوش بکنن یا امثال این جلسات. گفتار طرف، حتما گفتار طرف رو خوب گوش کنید. عادات احتمالیش، مثلا این طرف داره گوشه ناخونش رو میکنه، این بازگو کننده خیلی مسائل میتونه باشه. کی که عصبی داره رو چشمش، رو لبش، نحوه بیانش، عرض به خدمتتون که خود صورتش، پرش مثلا، خب اینا رو باید ببینید. یه وقت میبینی پسند کنه، میگه آقا من با همین پرش صورتش میپسندمش، اب نداره. یه وقت هم میگه آقا نه من نمیخوام اینا رو که داره، خب همونجا ببین اینا رو. عاداتی که داره، عادتهای احتمالی، با ناخون پاش بازی میکنه، با ناخون دستش بازی میکنه، مثلا احیانا دستش میکشه به بینیش، مثلا گوشش رو همش میکنه، مثلا دستش به ریشش میکنه، مثال دارم عرض میکنم، یا یعنی کسی بعدها خوشش نیاد، خب اینا اول کار میتونی خودت تشخیص بدی عزیز. این مسئله خواستگاریه. حالا ببینید، من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم، ببینید چند تا مسئله فقهی براتون بخونم. تحقیق کردن درباره هر یک از زوجین از هر کسی جایز است، اگرچه مستلزم یافتن عیوبی از او و یا خانواده وی باشد. این خیلی جالبه. حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، حالا مراجع دیگر هم خودتون رجوع میکنید، به هر حال اینا مراجع تقلید بودن، عرض به خدمتون که الان که مقام معظم رهبری هم که همون فتاوی حضرت امام دارن با یک کم و زیادی اندک. تحقیق درباره عیبهای هر یک از زوجین یا خانواده های آنان اگر دخیل در ازدواج باشد اشکال ندارد،
و حکم تجسس حرام را ندارد. چون سوره حجرات شما میخونی ولا تجسسو، بعضیا تا میگی که آقا من میخوام راجبه خانواده برم تحقیق کنم ایشون چه جور آدمی ان، این خانم آقا همچی میکنه، والا من میترسم اشتباه بگم غیبتشون بشه. اسلام، فقه، مراجع میفرمایند اینجا جزء موارد غیبت نیست. شما هر چی که از این بنده خدا برای ازدواج میدانی باید برای اینها بگی، مگه خلوت اونها محسوب بشه؟ وگرنه عادتایی که تو اجتماع داره این اطلاع نداره، ولی شما دیدی که این راه میره یه پاش کوچیک‌تر از اون پاس، میدونی که این دختر خانوم مثلا فلان مشکل رو داره، این آقا پسر فلان مشکل داره، تک و توک سیگار هم میکشه، با یه سری دوستایی مثلا میره وقتی مثلا فلان، بعدش نمیاد با دخترها این پسره مثلا صحبت بکنه تو جامعه. تمام اینا رو تو تحقیقاتت بگو، اینا غیبت نیست، مگر خلوت طرف باشه که کسی ندیده باشه، وگر اینا غیبت نیست شما برو بگو. میفهمد جایز است به ازدواج برخورد پیدا بکنه، نه چیزهای دیگرها. ما داریم راجع به ازدواج میگیم. این قسمت انسان میتواند فقط معایبی را جستجو کند که به ازدواج و شناخت هر یک از طرفین مربوط میشود. در غیر این صورت نمیتوان در زندگی افراد به بهانه ازدواج تجسس کرد، که خودتون میدونی خصوصیات زندگی کسی بریم داخل بشیم به بهانه ازدواج، این نه، این مسلمه، من و شما هم اینو میدونیم، هر عقلی هم تایید میکنه. اون چیزی که به ازدواج مربوطه، هر یک از زوجین میتوانن مستقیما از یکدیگر درباره هم تحقیق کنن، مشروط به آنکه این تحقیق مستلزم حرام نباشد. اینم شما میفهمی منم میفهم. برای ازدواج صحبت کردن برای ازدواج با یک دیگر اشکال نداره، حتی نوشته که دیدن یک دیگر، مثلا در این موارد خانوم با یه چادر معمولی میاد، با چادر سیاه نمیاد، میفهمن میتونی ببینی، اگر چه این چادر یه مقدار نازک بشه، مثلا دارم میگم پیراهن مثلا قرمز رنگ خانوم از زیر چادر معلومه، میفهمد اشکال نداره. بعضی از فقها فهمودن که فقط تحریک طرف نشه، که حالا اینم در جلسات آینده ما توضیحات زیادتر خواهیم داد. جنبندی این بحث این شد که مسئله شناخت، تحقیق، بررسی در امر خواستگاری از نظر اسلام بسیار مهمه، چه برای دختر چه برای پسر، و باید این مطلب حتما دنبال بشه تا یک ازدواج موفق رو در پی داشته باشه.